استفان دمنسترا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه که در ایران به سر میبرد میگوید آخرین دور مذاکرات صلح سوریه بر مسئله انتقال سیاسی در دمشق متمرکز خواهد بود. در شرایطی که طرفین درگیری ها در سوریه برای شرکت در گفتگوهای صلح آماده می شوند و شدت درگیری ها به ویژه در شمال شرقی سوریه اضافه شده. مذاکرات صلح قرار است روز چهارشنبه در ژنو برگزار شود. سیران شرفی گزارش می دهد. نیروهای دولتی سوریه در حومه جنوبی شهر حلب، نیرویی که با پشتیبانی جنگنده‌های روسی تلاش می‌کند محاصره حلب در شمال آن کشور را تکمیل کند. ادامه جنگ بین طرفین خلاف توافق ترک مخاصمات است و آمریکا نیز تا به حال چند بار نگرانی از این بابت را اعلام کرده. این توافق تقریباً 6 هفته پیش به دست آمد، اما داعش و جبهة النصرة که شاخه القاعده در سوریه است شامل آن نیستند. در واقع وزیر خارجه جان کری نگرانی از این بابت را به همتای روسیه خود سرگئی لاوروف انتقال داده. به علاوه این دو دیپلمات در مورد تحکیم پایداری و حفظ پایان مخاصمات بحث و تبادل و نظر کردند. این شامل تعیین محل دقیق گروه‌های متخاصم و اطمینان از تمرکز عملیات ما برای سرکوبی داعش و جبهه النصره می شود که توافق در مورد خاتمه مخاصمات را امضا نکردند. استیون دمنسترا نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه در حال تکمیل تبادل نظرهایش با قدرت‌های منطقه است و پیش از برگزاری دور دیگری از گفتگوهای صلح در روز چهارشنبه بر حیاتی بودن انتقال سیاسی در سوریه تاکید می‌کند. مرحله بعدی مذاکرات ژنو خیلی مهم است، زیرا مشخصاً بر موضوع انتقال سیاسی، دولت مداری و اصول قانون اساسی تمرکز خواهیم کرد. اسد الزوبی از اعضای کمیته عالی مذاکرات مخالفان سوری میگوید این گروه برای یافتن ساختاری دموکراتیک و غیر مذهبی برای سوریه تلاش میکند که در آن تمام حقوق انسانها در نظر گرفته خواهد شد. اما دولت سوریه اصرار دارد که سرنوشت رئیس جمهوری آن کشور نه در مذاکرات صلح بلکه از طریق برگزاری انتخابات تعیین شود. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سه شنبه یک هلیکوپتر جنگی آن کشور بدون آنکه هدف حمله قرار گیرد در استان حمص سوریه سقوط کرد و خلبان و کمک خلبان آن کشته شدند. سازمان ملل متحد نیز برای ارسال مواد غذایی جهت ساکنان شهر دیر زور در شرق سوریه آماده می شود. 200,000 نفر از اهالی شهر دیر زور که بیش از یک سال از هدف حملات داعش است از گرسنگی مزمن رنج میبرند و مقامهای سازمان نیز میگویند محموله هایی که از هوا برای آنها پرتاب میشود برای خوراک تقریباً 2,500 نفر در ماه کافی است. سیران شرفی، صدای آمریکا.